سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز نگاهی داریم به چند رویداد مهم داخلی و خارجی اقتصادی و بدن برمیگردیم فابریکه زوباهن میهن استیل و فابریکه پروسس جلغوزه از و رئیس جمهور غنی افتتاح شد. فابریکه زوباهن به هزینه 50 میلیون دلار با میارها و سندت های جهانی فعالیت خود را آغاز کرد. اتحادی زوباهن می گوید در سرتاسر سر کشور 400 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما آنان از کم بوده مواد خام نگرانند. و از حکومت می خواهند که یکی از مادن آهن با سکتور خصوصی قرار داد شد. ریاست فایدامه بلغ در سال 98 در نظر دارد 16 کیلومتر جاده مارمل را به هزینه 15 میلیون و 700 هزار افغانی قیل ریزی کند. زلمه رحیمی رئیس فایدامه بلخ می گوید کارهای مقدماتی جهت قدریزی 17.2 کیلومتر جاده حلقوی شهر مزار نیز تکمیل شده که امسال کار آن آغاز خواهد شد. بوینگ بزودی زودی نرم جدید برای مدل 737 مکس ارائه می شرکت های بوینگ اعلام کرده ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی نرمافزار جدید را برای هواپیمایی مدل 737 مکس که اخیرا زمین گیر شده اند معرفی کند. نسخه بروز شده این نرم فعالیت سیستمی را محدود می کند که با هدف جلوگیری از افت سرعت هواپیما طراحی شده اما در حادثه سقوط بوینگ در اندونزی نقش داشت تمام هواپیماهای بوینگ 737 مکس بعد از اخیر خطوط هواپیمایی اوتوپیا زمین گیر شدند. حدود ده روز پیش یک هواپیمای خطوط هوای اوتوپیا با فاصله کوتاه بعد از بلند شدن از فرودگاه ادیس آبا سقوط کرد و تمام 157 سرنشین آن کشته شد. پنج ماه پیش هم همین مدل هواپیمای 737 که به شرکت هوایی لاین ایر تعلق داشت با حدود 190 مسافر در آبهای ساحلی اندونزیا سقوط کرد. نتایج تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد شباهت‌های روشن بین این دو سانحه هوایی وجود دارد. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و موضوع بحث امروز هم در رابطه با افتتای دو کارخانه بزرگ زوباهن میهن استیل و همچنان پروسس جلغوزه است که پنجشنبه هفته گذشته از سوی جمهور افتتاح شد و اینجا برای بحث بیشتر دکتر عبدالرشید جانباز باز آقای مثل اقتصادی را با خود داریم استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا آر نیوز سلامت باشین استاد فعالیت این دو کارخانه بزرگ دقیقاً بعد از این چقدر موثر خواهد بسم الله الرحمن الرحیم شما میفهمین که افغانستان از لحاظ معدنیات یک کشور بسیار غنی هست ولی متاسفانه که ما نتونستیم تا امروز امو مواد ضرورت اولیه که ما به او داریم به خصوص مواد ساختمانی سیخ گل و سایر چیزا را در داخل افغانستان تهیه بکنیم و عمدتا این مواد ما از بیرون وارد میکنیم افتتاح فابریکه زاویه آهن میهن استیل یک گام بسیار بزرگ در صناعت زوب فلزات افغانستان حساب میشه و ای در, در حال افتتاح میشه که ما متاسفانه در سال 1397 شاید رکوت سرمایه گذاری در افغانستان بودیم بساس نظریات و گزارش های اتاق تجارت افغانستان در حدود 50 فیصد سرمایه گذاری در سال 1397 نسبت به سال 96 کاهش پیدا کرده بود ما ای افتتاح فابریکه زوبی آهنه که به استاندارد منطقه ساخته شده و عمدتا سیخ گل گرید و سایر آهن با به مورد ضرورت کشور مرفوع میکنه یا گام نیک در صنعت کشور میدانم ولی به ای عقیده استم که ما در شرایط فعلی نه تنهای فابریکه زوبی آهن بلکه سایر سرمایه گذارا و سکتور خصوصی ما مشکلات زیادی را دارا هستند به طور مثال ما در قدم اول زیربناهای اساسی را برای از اینا در نظر نگرفتیم ما در سال 82 در قانون اساسی افغانستان اقتصاد بازار را به حیث نظام اقتصادی افغانستان قبول کردیم در حالی که افغانستان یک کشور جنگ زده بود و ای بر زیربناها ضرورت داشت به خصوص بر رشد سکتور خصوصی و صنایع افغانستان و صنایع ثقیله مثل فابریکه زوبیاهن ما نیاز به برق داریم به بر انرژی داریم امروز فابریکاتی که ما در افغانستان داریم اینا یک کیلووات به قیمت بسیار بلند خریداری میکنند و این تاثیر میکنه در قیمت تمام شده مواد تولید شده از اینا و این بالاخره در رقابت با کشورهای منطقه نمیتونن که اینا رقابت بکنن بنان توجه باید بیشتر صورت میگرفت متاسفانه در بخصوص در بخش انرژی صورت نگرفته و امروز تمام فابریکه دارای ما مشکلات زیادی که دارند از لحاظ کمبود انرژی در افغانستان است و مشکل دیگه که به خصوص فابریکات زاویا آهن افغانستان دارند مواد خام است با وجودی که ما مواد معادن آهن بسیار زیاد در افغانستان داریم به خصوص معادن آهن آجیگک که یکی از معادن بسیار قوی منطقه هست و از لحاظ کیفیت هم بسیار موادن خوب است متاسفانه چندین سال شد که دو او قراردادهای صورت گرفته ولی انوس ما موفق به استخراج از او نشدیم یکی روستان. از مشکلات اساسیه اساسی که چرا این معدن هم کار خود آغاز نکردن نبود انرژی برق است که ما شما میفهمین که برای استخراج هر معدن ما باید هم برق ضرورت در داریم در اینجا چالش هم بیشتر برق می باشه یا چالش های دیگری هم در کنارش میتونه وجود داشته باشه با وجود که ما مواد خام در داخل کشور داریم ولی باز هم ما چرا بیشترین مواد خام از کشورهای بیرون در داخل کشور وارد میکنیم درست است من میخواستم سر می سرمی بهم که دخل. چالش دوم ما چالش مواد خام برای فابریکای زاویه آهن ماست در ابتدا دولت فیسله را صادر کرد که تمام آهنباب داغمه که قبلا به صورت قاچاق و یا به صورت رسمی به خارج از کشور صادر میشد از اینا جلوگیری شود و یا به قیمت ثابت برای فابریکه های آهن در داخل کشور تحویل بتن ولی در یه آخر ما دیدیم که امی مالکین فابریکات زاوی آهن شکایت داشتن از قاچاقی مواد به خارج کشور که دولت قادر نشده تا نوز جلو قاچاق مواد آهن باب داغوره بگیره و عمدتا این مواد از راه غیر رسمی به خارج کشور به خود پاکستان قاچاق میشه یکی از مشکلات های اساسی فابریکه دارای بیشتر برسن. این فابریکات بزرگ زوباهن که در افغانستان فعالیت دارند چقدر مواد خام اینا در حال حاضر از داخل کشور میگیرن یا آماده میشه در داخل کشور ما فقط یگانه منبعی که برای از یاداری می مواد آهن باب داغمجات است که باید این جمع آوری و اختیار قرار بده ما انوس معدن آهن خود استخراجش آغاز نکردیم یکی از تقاضاهای سکتور خصوصی هم اممی است که در گذشته ها دولت هم تعهد سپرده بود که ما سکتور خصوصی افغانستان در استخراج معدن آهن آجیگک شریک می در یک بخشش که متاسفانه تا امروز امی اظهارات یا امی اقدام عملی نشده و حالی هم سکتور خصوصی ما تقاضا داره که اونا آماده سرمایه گذاری هستند در بخش از فابریکات آهن آجیگک کې امید واره سم دولت زمينه سرمایه‌ګوژوري را برزینوم مساېد بسازه تا اینا بتانند با استفاده از مواد خامی که از معادن داخلی خود کشور ما تولید میشه در فابریکا خود استفاده بکنن و این دو بود دارد یک لحاظ بله برای با آغاز استخراج معادن ما و فعالیت فابریکات زوبی آهن ما جای کار برای مردم ما به وجود میاد و از بیکاری کاسته میشه و سوی دیگر امی آهن باب و سیخ گل و مواد دیگه که ما از خارج امروز برای ضرورت داخلی خود وارد میکنیم ما ایر میتونیم در داخل با کیفیت بهتر با, با, قیمت نازلتر در اختیار هموطنان ما قرار بده اتحادی زوباهن هم گفته است که یکی از مادن افغانستان از مادن آهن در اختیارشان قرار داده شود تا اونا روش سرمایه گذاری بکنند حالا حکومت افغانستان هم خیلی تاکید بر این داره که ما بریم به خودکفایی و بیشتر کارخانه های تولیدی رو در داخل کشور داشته باشیم بعد از این استاد چی فکر میکنید که آیا حکومت توجه جدی در این عرصه خواهد کرد و چقدر از مادنی که در داخل کشور ما داریم او به سکتور خصوصی واگذار خواهد شما میدانید که افغانستان از لحاظ معدنیات و مواد زیرزمینی از جمله به اصطلاح ثروتمندترین دنیا هستند تنها معادن زیرزمینی ما بیش از 3 تریلیون دلار تخمین شده که اگر این استخراج شود و در خدمت مردم قرار بگیره ما میتونیم سطح فقر را کاهش بدیم بیکاری را کاهش بدیم و سطح زندگی مردم بلند بریم ولی متاسفانه که ما دمی از 18 سال فرصت های بسیار خوب از دست دادیم بوج سرازیر شدن کمک های خارجی ما نتونستیم که در قسمت زیربناسازی در افغانستان اقدام بکنیم ثبات اقتصادی یک کشور زمانی به وجود میاد که ما بتانیم تعادل بین واردات و صادرات کشور به وجود بیاریم متاسفانه امروز واردات ما در حدود 12 13 برابر صادرات ماست ما اگر بتانیم از ذخایر داخلی خود از مواد داخلی خود از معادن داخلی خود استفاده بکنیم و را استخراج بکنیم و ایر در اختیار فابریکه‌دارای خود قرار بدیم ای میتونه که واردات ما را در این مسئله کاهش بده و در ثبات اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری در افغانستان کمک بکنه حالا ایجاد کارخانه زوباهن میهن استیل <متحدث> چقدر میتونه که مانی ازی ما دیگر واردات نداشته باشیم در قسمت آهانالات و چقدر کمک میکنه بعد از این در, این قسمت خو این مربوط میشه بازم به حمایت دولت و دولت از که دولت زمینه های مساعد برای در اختیار از قرار بده ما بازم تاکید میکنم که مشکل اساسی فابریکات زوبهن ما امروز ما نبود انرژی کافی بر اون که این انرژی که به دست میارن با قیمت بسیار بلند است که باید کاهش پیدا بکنه و نبود مواد خام است که در اختیار ندارند هرگاه به اساس تقاضا از یا دولت همی حالی هم ناوخت نشده اینا در یکی از معادن آهن افغانستان در اختیار سکتور خصوصی که اونها آماده سرمایه گذاری در این بخش هستند قرار بته با یک شرایط سل با با, با, با حمایت کامل در اختیارشان ما امیدوار هستم که ما بتانیم همونطوری که اتحادیه فابریکات زوبیاهن افغانستان اعلان کردن ما تا چهار سال آینده تقریبا میتانیم که با حدود 400 میلیون دلار سرمایه گذاری بیشتر فیصدی بیشتر تولیدات در دا داخل افغانستان در دا اختیار بردم قرار بدن خیلی خوب استاد با وجود که ما کارخانهای خیلی بزرگ در داخل کشور در قسمت سوبا هم داریم ولی بازم گفتم میشه که ما در قسمت واردات بسیار زیاد داریم بخصوص از پاکستان چرا با, با وجود که مواد خام هم داریم و شرکت های تولیدی در این بخش هم داریم با ما یک کشور وارداتی در این بخش هست خب ما انوس به اون سطح تولید نرسیدیم که ما تمام نیازمندی‌هایی که داریم در بخش ساختمانی و 90 در این بخش خودکفا هستیم ما ما هنوز نتونستیم که امین نیازمندی ها را مرفوع بسازیم برای که ما پیشتر هم کردم که بوزدی که ما بیش از 25 فابریکه زوب آهن در افغانستان داریم ولی اینا مشکلات زیادی دارن و, و از یک طرف قیمت برق بلند است که اینا بالای قیمت تمام شده مواد تولیدی از یا تاثیر میکنه و سوی دیگر نیازمندی که در داخل کشور است شما میفهمین که در طی جنگ ها افغانستان تخریب شده زیادتر به باسازی ضرورت داره و عمدتا به سیخ گل و مواد باب ضرورت بیشتر است که این فابریکا توانایی کفایت خو... اه... 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 لازم برای بر خود کفایی در داخل افغانستان هنوز به او سطح تولید نرسیدند بنابراین ما امیدوار هستیم که اگر دولت اینا را حمایت بکنه و زمینه های مساعده برشان به م... اه... اه... وجود بیاره اینا میتونن تا چند سال آینده از لحاظ تولیدات سیخ گل و سایر مواد آهنباب افغانستان به خود کفایی برسانند بیشتر تولیدات که این فابریکات دارن چندین و چندین فابرکه بزرگ در این اواخر افتتاح شد از لحاظ کیفیت چگونه هست و چقدر لغزشی که در تعمیرها با وجود می یعنی ایره ای فابریکات در نظر می گیرن. خب قراره که اینا خودشان اظهار میکنن و امی امروز هم شما دیدین هفته گذشته که رئیس جمهور او را فابریکه میهن استیل افتتاکت اونا ادعا کردند که فابریکه ما از لحاظ استاندارد تقریبا استاندارد جهانی است و در سطح منطقه فابریکه است که به اصطلاح بدیل نداره و عمدتا سیخ گل با گرید 60 که همون یکی از استانداردهای قبول شده جهانی برای کار ساختمانی است یا تولید میکنه با می ترتیب اینا گادرها و سایر و آنبا بره که استاندارد هستند اینا را تولید میکنن ما امیدوار هستیم که نه در ادعا باشه بلکه در عمل چنین کیفیتی را تولیدی ما داشته باشه و سوی دیگر اداره ملی استاندارد افغانستان هم باید در, قسمت تطبیق نورم های استاندارد های بین المللی بالای این فابریکات توجه بکنه بر از اینکه فعالیت این فابریکات توقف نشه و بیشتر رشد داشته باشن دقیقا ادارات مربوط وزارت خانه ها و حکومت چگونه باید حمایت بکنن این فابریکات را و چقدر مواد خام در داخل کشور برشان باید مهیا شود؟ خب در قدم اول باید اینا یک مقدار های گمرکی را بالای مواد خامی که از بیرون وارد میرن کاهش بتن اینا را کمک بکنن و یا فابریکاتی که جدیدا سرمایه گذاری میکنن اینا را باید در قسمت مالیات کمک بکنن یک چند سالی که تا اینا به پای خود استاد میشن باید مالیاتشان را کاهش بتن و سوی دیگر زمینه های مواد خام در داخل برای از یا مساعد بسازن تا ما از یک طرف هم که پیشتر گفتیم واردات ما کاهش پیدا بکنه از بیرون و از مواد داخلی استفاده بکنیم و از سوی دیگر ما بتانیم به ثبات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در داخل افغانستان برسیم قبلا گفته شده بود که از قاچاق, قاچاق داغمجات جلوگیری شده و بعد از این ما از داغمجات در داخل کشور میتونیم استفاده بکنیم در حال حاضر هم دیده میشه که بیشتر ما داغمجات به پاکستان یک تعدادی از افرادی هستند که قاچاق میکنن. اگر جلو قاچاق گرفته شود چند درصد از مواد خام در داخل کشور وجود دارد که این کش... اه... کارخانه ها باید تولید خب ما باور هستم که او مواد و انباب اضافی که در داخل کشور وجود داشت یا داغمجاتی که در داخل کشور وجود داشت در طی 17 سال اینا به یک شکل بسیار بیرحمانه به خارج قاچاق شدن و یا انتقال داده شدن و ولی زمانی که رئیس به جمهور فرمان صادر کرد که جلو قاچاق گرفته شود و این فابریکات از صدور جلوگیری شود این مواد داغمه و برای فابریکات هم در داخل داده شود ولی متاسفانه هنوز ای جلوش گرفته نشده به صورت درست و قاچاق از راه های غیر قانونی و یا غیر گمرکات به پاکستان ادامه داره حتی امزال... با وسیله حیوانات و با وسیله دیگه اینا انتقال پیدا میکنه در سال 98 چقدر قاچاق داغمجاد گرفته خواهد شد ما امیدوار هستم که فرمان رئیس جمهور تطبیق شوه،, شوه و عملی شود و ارگان های مسئول به خصوص پلیس سرحدی ما، گمرکات ما و سایر نیروهای امنیتی ما جلو قاچاق بگیرن. برای از ما بازم تاکید میکنم که این مواد اگر در دا داخل کشور به مصرف برسه از یک طرف ما میرسیم به خودکفایی و سوی دیگر ما نرخ بیکاری پایین میایه و رشد اقتصادی و تولیدات داخلی ما تقویه میشه اتحادی زو با گفته که در سر تا سر کشور تا حالا 400 میلیون دلار سرمایه گذاری شده در قسمت کارخانه زو با دخن چقدر این درصدی میتونه که واقعی باشه و بعد از این چه کارهای دیگری باید صورت بگیره؟ خب این یک یک مبلغ هنگفتی است که در این عرصه سرمایه گذاری شده و ما امیدوار هستیم که بازم متاکید میکنم که دولت حمایت بکنه و زمینه های مواد خام برای از جا استخراج مواد خام مساعد بسازه و برای از یا سهولت های انرژی را تامین بکند تا اینا بتانند به صورت نرمال فعالیت بکنند برای ازی که در این بخش سرمایه گذاری های بیشتر جذب شود و بخصوص سرمایه گذاران خارجی بیند و روی بخش های مادن در کشور سرمایه گذاری بکنند بخصوص در قسمت آهن در اینجا چه فرصت هایی میتونه وجود داشته باشه و چه قدر امکانات برای اینا باید فراهم بشه آیا میتونه بشه یا نه؟ فرصت های وجود داره در افغانستان ما متاسفانه بگویم که سه چهار سال پیش فابریکه آهن آجیگک با, با, چند کمپنی خارجی قرارداد شده ولی متاسفانه مشکلاتی که در اینجا وجود داره دولت نتانسته که مشکلات حل بکنه و سوی دیگر این کسایی که قرارداد را گرفته این اینا هم به تعهدات خود دقیق عمل نکردن بنان یکی از مشکلات اساسی استخراج ما عمدتا موضوع انرژی هست موضوع خط آهن است که باید در بین فابریکا ما وجود ترانسپورتیشن دقیق داشته باشیم تا اونا را به مراکز دیگه انتقال بتیم و همچنان انرژی کافی در اختیار از و قرار بتیم قرار بود که یک فابریکه تولید برق در بامیان و یا در دره سوف به اساس مواد سوخت و زغال سنگ ایجاد شود و از انرژی برقی از او بر استخراج آهن آجیگک استفاده شود که متاسفانه تا او کار هم عملی نشده است بنابراین یک مقدار تعهداتی است که دولت باید او را عملی بکند تا زمینه استخراج معادن ما در عملا مساعد شود به خصوص معادن آهن وضعیت مدن آجیگر که شما هم اشاره کردین یک مدت خیلی طولانی است که گنگ و پیشیده باقی مانده است. یعنی در سال 98 و بعد از این وضعیت مدن آجیگر که این گونه باقی خواهد ماند یا یک راه برای سنجیده خواهد شد. ما متاسف هستم که ما چندین بار سر قرارداد قراردادهای معادن و دیگه وزارت محترم معدن اعلان کرد که ما استراتژی ملی مادن ساخته ساختیم دولت شورای اقتصادی دولت اعلان کرد که ما زمینه استخراج معادن ساخته ساختیم ولی متاسفانه تا امروز عملا چون این کارهای صورت نگرفته ما امیدوار هستم که سال 98 سال باشد که ما در این عرصه عملا دست به کار شویم و عملا استخراج از معادن خود آغاز بکنیم تا از یک طرف جای کار برای مردم ما پیدا شود نرخ بیکاری پایین بیا و سوی دیگر فقر کاهش پیدا بکنه و رشد اقتصادی افغانستان مساعد شود برنامه‌هایی که وزارت معدن تا حالا داشته چقدر موثر بوده چقدرش عملی شده <applause> متاسفانه تا امروز تمام برنامه هایی که اینا گرفتن مردم راضی نیستن شفافیت وجود نداره و معادن ما اکثرن از طرف مافیا و زورمندا استخراج میشن و اگر قرارداد هم صورت گرفته این قرارداد ها در عمل تطبیق نشده و مردم عملا از, اقدامات و اجراعات وزارت محترم معدن راضی نیستن در این قسمت گفتم میشه بسیاری از مادن افغانستان در اختیار یک داده زورمندان و سرمایه گذاران خارجی از کنون هم که سرمایه داخلی اینجا روی بعض مادن سرمایه گذاری بکنن یعنی در اینجا وظیفه وزارت مادن تا حالا چرا نبوده و چی بوده و چرا اقدام تا حالا صورت نگرفته یعنی در اینجا اگر ما به خصوص شرکت های بزرگ زو باهن روی بخش های آهن سرمایه گذاری بکنن در سال 98 چقدر این برنامه ها عملی میشه خب مشکلی اساسی افغانستان مشکل فساد است مشکل کمبود چنانچه است چنان چه ما در روز افتتاح معرف یا روز معرف که جناب رئیس جمهور اعتراف کرد خودش که ما تا کنون بیش از 35 فیصد اواید داخلی خود را جمع میکنیم و در حدود 65 فیصد اواید داخلی ما هنوز در جیب مفسدین و زورمندان میره به بنان این در همه عرصه ها اگر ما در نظر بگیریم در بخش مادن هم امی گپ صدق میکنه که هنوز مادن ما ما تسلط کامل بالا از اون نداریم و در اختیار مافیا و زورمندا هست و اگر یک قراردادی هم وجود داره یک فیصدی کم از او به اواید دولت میایه و فی بیشتری از او در, در اختیار زورمنده و مافیا و قاطع در اینجا قرار گفته می می که دست بعض کشورها میتونه در استخراج سخراج مادن وجود داشته باشه که اینا تعداد زیاد از مادن افغانستان را در اختیار خود قرار دادن و نمیخوان که افغانستان بخصوص خصوص در استخراج مادن به خود کفایی برسه یا بتونه که ما از مادن افغانستان خود استفاده بکنیم خب این هم هر این مربوط به دولت افغانستان میشه مربوط به وزارت محترم معدن میشه که ما چطور بتانیم از از خود از زیربناهای خود به نفع دیدنستان دیدنستان شما چی استقاده استقاده چرا حکومت تا حالا در این زمینه خیلی کم توجه بوده خب رقابت های منطقوی وجود داره دقیقا مثلا او اقلام را که امروز افغانستان از بیرون وارد میکنه برای افغانستان و او فابریکا ها و تولیدات و کشورهایی که ایره تولید میکنن و افغانستان صادر میکنن اونا طبعا تلاش میکنن که افغانستان به خود کفایی نرسه ولی این مربوط میشه به زمامدارای ما به مسئولین سیاسی ما به حکومت ما که زمینه های مساعد بکنه برای استخراج مواد افغانستان بر تولیدات ازدیاد تولیدات داخلی افغانستان تا ما بتانیم که واردات کاهش بتیم و در داخل افغانستان از خودکفایی برخوردار شویم استاد در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه برای رشد دو فابریکه بزرگ که در هفته گذاشته افتتاح شد دقیقا توجه حکومت به این چگونه باید دو عرصه توجه حکومت جذب میکنه عرصه اول انرژی که باید اختیار زیاد قرار بگیره و منابع باید در نظر گرفته شوه و دوم مواد خام اگر این دو موضوع را ما در اختیار فابریکه های زاویا ها هم قرار بدیم ما میتونیم که به راحتی این فابریکا را در چرخش بیاریم و به خودکفایی برسانیم افغانستان خیلی سپاس دکتر عبدالرشید جان باز آقای مسائل اقتصادی از شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل و این هم قیمت طلا در بازار امروز کابل سپاس از همراهیتان تا ایندم. تا برنامه بعد خدا نگهدار